سلام دوستان، خاله سیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز هم با آموزش شله زرد برای 20 نفر در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. برنج 1 کیلو. من برنجم رو از برنج نیم دونه استفاده کردم، پاک کردم. خیلی باید دقت کنید چون تو این برنجای نیم دونه آشغالای ریز، سیاهی های ریز زیاده. برای اینکه پاک کردم 3-4 بار شستمش، بعد آب ریختم روش، 24 ساعت قبل گذاشتم خیس خورده. شکر 2 کیلو. بازم شکر ما بستگی به ری برنجمون داره. اگه برنجتون خیلی ری کرد، امکان داره 2 کیلو شکر کم باشه، مجبور باشیم 2.5 کیلو بریزیم. ولی بر حسب حساب برای 1 کیلو برنج 2 کیلو شکر لازمه. اگر چشیدین و دیدین شکرش کمه، دوباره بهش اضافه میکنیم. گلاب به مقدار لازم. بادام، من از 250 گرم بادام استفاده کردم، شکوندمش، توی آب خیس کردم، پوستش رو کندم و اینجوری خودم خوردش کردم. همونجوری که میبینین کاملا خشکم نشده. زعفران به مقدار لازم. هل و دارچین رو برای عطرش میریزیم. اگه دوست داشتین میتونین استفاده کنین، دوست نداشتینم که نریزین. من هل رو با آب گرم خیس میکنم و میذارم کاملا عطرش در بیاد، بعد به شله زردمون اضافه میکنم. چوب دارچینمونم از اول میندازم که باهاش بجوشه، طعمش در بیاد. بعد از اینکه برنجمون دیگه داره کاملا شکفته میشه، دیگه چوب دارچین رو توش در میاییم. اینا هم به مقدار لازم. برای گیاهی 250 گرم. دوستان، من برنج رو با همون آبی که خیسش کرده بودم ریختم تو قابلمه، شعله گازم رو روشن کردم رو به متوسط و الان همونجور که میبینین خب آب برنج ما، آب قابلمه ما کمه. ما باید حداقل تا نصف آبش اضافه کنیم. آبو میریزیم، نصفه دیگه هم آب بریزیم کافیه. اجازه میدیم که به جوش بیاد، کاملا پخته بشه، بعد مراحل دیگر هم انجام میدیم. خاطر اینکه طعم هلمون کاملا به آب جوشی که میخواییم بریزیم در بیاد، هلمون رو میشکنیم و میندازیم توی استکان. یه اندازه 10-15 تا این کار رو بکنیم بریزیم توش کافیه. من میرم آب جوش میریزم توش، درش رو میذارم حدود 10-20 دقیقه میذارم که کاملا عطر و طعم و بوش به آب جوشمون در بیاد. طور که میبینین من روی هلمون آب جوش ریختم، درش رو گذاشتم و میذارم کنار تا دم بکشه. چوب دارچینام هم شستم، اضافه میکنم بهش. بعد از اینکه برنجم کاملا پخته شد، اونا رو از توش خارج میکنیم. چرا چوبش رو میندازیم؟ برای اینکه رنگ شله زردمون رو خراب نکنه. دیگه اجازه میدیم که شله زردمون به جوش بیاد و بپزه. من یه مقدار زعفرون ریختم ساویده شده تو ظرفم، 2-3 تا دونه یخ میندازم روش و یه مقدار دیگه زعفرون روش میریزم. میذارم حدوداً 10 دقیقه بمونه. وقتی یخش دیگه داره آب میشه، اون موقع نصف استکان بهش آب جوش میریزم که شوک بهش وارد شو، رنگش رو کاملا پس بده. اینطور که میبینین برنج ما کاملا به قل افتاده، لعاب انداخته. ما تا زمانی که برنجمون بپزه باید بهش آب اضافه کنیم. هنوز برنج من نیازی به آب نداره، جا داره که بازم بپزه. ولی اگر دیدین مثل کته شد ولی هنوز اون برنجی که میخواییم نشده، دوباره بهش یک کاسه آب جوش اضافه میکنیم. همین دارچینایی که انداختم توی این برنج به قدری به این برنجمون عطر و بو داده که وقتی من در قابلمه رو برمیدارم خوشبو بودنش رو کاملا حس میکنم. همینجوری ادامه میدیم تا برنجمون بپزه. که میبینید یخ ما داره آب میشه، چیزی ازش باقی نمونده. ما میتونیم این لحظه بهش آب جوشمون رو اضافه کنیم. من توی ظرفی که زعفرونم رو ریخته بودم، همون رو دوباره روش آب جوش ریختم و اضافه میکنم به این زعفرونه که اونم هدر نشه. اضافه میکنیم به زعفرونمون و درش رو میذاریم و اجازه میدیم که دم بکشه به این شکل. دوستان، همونطور که میبینیم برنجمون کاملا پخته، شکفته شده و له شده. میتونیم تو این مرحله کرممون رو بریزیم.
فقط حواستون باشه که ته نگیره، تون تون باید هم بزنید. ته بگیره دیگه بوی بدی میده شوره زردمون، طعمش هم بد میشه. پس خیلی باید حواستون رو جمع کنین که برنج ما به ته دیگ نچسبه و بو نگیره. خب هم میزنیم و میذاریم یه چند دقیقه هم با کرمون قل بخوره که طعم کره به برنج کاملا در بیاد. دوستان بادوممون رو ما به دو روش میتونیم استفاده کنیم. اگر بادومتون رو که بیرون خریدیم بیارین پاکش کنین، بعد با گلاب خیسش کنین، بعد بریزین توی شله زردتون. ولی من چون بادومم خودم خیس کرده بودم و خلال کرده بودم، نیازی نداشت به این کار. الان میتونم بادومم رو به شله زردم اضافه کنم. فقط حواستون باشه وقتی از بیرون بادوم میخرین به جای بادوم درختی بهتون بادوم زمینی ندن. بادوم زمینی بو و طعم بدی به شله زرد ما میده. خیلی باید حواستون باشه. برنجمون نباید خیلی سفت باشه، نباید خیلی شل باشه، چون اگر خیلی سفت باشه شله زرد با کیفیتی نداریم. اگر خیلی هم شل باشه، چون شکر رو میریزیم توی برنجمون، شکرم خودش آب میندازه و شله زردمون خیلی شله ور میشه و به درد نمیخوره. به همین مقدار که برسه کافیه. فقط الان خیلی زیره برنجتون و قابلمتون رو کم کنین که ته نگیره. حالا میتونین تو این زمانم این چوب دارچینا رو از تو قابلمه از برنجا جدا کنین و بندازینش بیرون، که منم این کارو میکنم. همونم از صافی رد کردم، این آبشه اضافه میکنیم به شله زردمون. این مرحله اضافه میکنم. گلابمونو که هم زدم دیگه زعفرونمونم بهش اضافه میکنم. زعفرونمون رو اضافه میکنم. من اول نصف از زعفرونم رو بهش اضافه میکنم چون خیلی قلیله. ببینید چقدر قشنگ دم کشیده، چقدر رنگش خوب شده. خب کافیه، همش میزنیم تا رنگش رو ببینیم. من یه مثقال زعفرون دم کردم، ولی اگه اضافه موند هیچ اشکالی نداره، میتونیم بریزین توی شیشه دردار بذارین توی یخچال برای مصرف غذاهاتون. من اونقدری زعفرون ریختم که شله زردم کاملا خوش رنگ شد و الان دیگه کافیه. میتونیم شکرمونو بهش اضافه کنیم. یکی یکی میریزم. این یک کیلو از شکرمونه. همش میزنم. وقتی که یه مقدار هم خوردش شکر دومی رو میریزیم. بعد از اینکه شکر دومی رو ریختیم میذاریم که قشنگ بجوشه، بعد طعمش رو میچشین. اگر دیدین کمه میتونین دیگه لیوان لیوان بهش اضافه کنین و به حد حساب برسه طعمش. من یکی رو باز میکنم میریزم. دوستان همونطور که میبینیم من دیگه شکرشم ریختم، چشیدم، همه چیش اندازه است. البته اینم بگم من وقتی 2 کیلو رو ریختم حدودا 1.5 لیوان دیگه دوباره شکر بهش اضافه کردم تا شیرینیش چیزی بود که من میخواستم. آماده است شله زردمون، باید حتما به این قرزت باشه، نه صفر نه شل. بعد زیر شله گازمون رو خاموش میکنیم درشو. حالا اگه دوست داشتین دم کنی بذارین، نداشتین درشو بذارین و نیم ساعت اجازه بدین که هم برنجمون هم زعفرونمون یه حالت دم کشیده داشته باشه و آماده بشه. شله زرد ما آماده شد، خیلی خوشمزه و خوشعطربو شده. امیدوارم که پسندیده باشین. درست کنه در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذارم فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.